بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين و من تبعهم به احسان الله یوم الدین اما بعد برادرای محترم خواهرای عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوع امروز ما و شما چون در سلسله درس‌های عقیده هستیم و ما و شما در جمله درس‌های عقیده تقریبا از 100 و چند درس ما و شما نمی‌فهم درس 100 و چندم است تمامش به خاطر از این هست که انسان مسلمان عقیده خود جور بکنه و اعتقادات درست داشته باشه، چون اکثرا مشکلاتی که ایجاد میشه اکثرا امت ها وقتی که گمراه میشن اما اشتباهات اعتقادی اینا را از صف اسلام و از صف دین میکشه و چون اکثر مردم خصوصا کسایی که پیروای پیغمبرا میباشن شیطان بر از اونات یک وسوسه میکنه که وقتی شما کلمه خواندین و وقتی که شما مسلمان شدین و وقتی که شما پیرو یک دین شدین بنان آیاتی که معیه آیات مربوط به شما نمیشه. مثلا در قرآن از کافر گپ زده شده، در قرآن از مشرک گپ زده شده است، در قرآن مثلا از کسی که از دایره دین خارج شده از او گپ زده شده. این میگه نه، وقتی که من کلمه خواندم من مسلمان هستم دیگه، هیچ از اسلام و از ایمان من خارج نمیشم، در حالی که امی خودش یک نوع اشتباه هست. و شما اکثرا کسایی را که ببینید اونا پیروای پیغمبرا بودن. حالا یک کسی مثلا مشرک کی است؟ مشرک کسی است که او الله را میشناسه و به وحدانیت الله و قدرت الله باور داشته، لکن در یکی از خصوصیاتی که مربوط الله هست کس را شریک کرده، بالاخره مشرک شده. پیروای ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام اونا هم به این فکر بودن که ما پیرو ابراهیم هستیم، ما پیرو اسماعیل هستیم، بنابراین اگر ما مجسمه ابراهیم را ساختیم پروا نداره. اما قرآن اونا را مشرک گفته. حالا اگر ما مسلمان ها بخیزیم مجسمه یک شخصیت بزرگوار را بسازیم، نه، اگر اون دو مجسمه رام ساخت او بت پرست است، مشرک است. اما اگر ما مسلمان ساختم هیچ دیگه قرار در گوندی خیر شیش چیمی درست نیست. وقتی که قاعده آمد سر کلگی تطبیق میشه. در جمله از این مشکلات اعتقادی که ما شما سرش بحث میکردیم، که بحث طاغوت کردیم، بحث کفر کردیم، امروز بحث ما سر بدعت است و احکام بدعت است، که در قسمت بدعت هم بسیاری کسا آنچه که بدعت است او را نمیپذیرن، او را میگن نه من خو به سنت برابر هستم. این حال ما و شما که بدعت چی هست و بدعت چند قسم است، آیا بدعت اقسام مختلف داره، چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم کل بدعت دلاله گفته، و اگر کسی مرتکب بدعت میشه ای آیا از دین خارج میشه یا نمیشه، این کلش موضوعات است که ما و شما در این درس ای را میخوانیم. اول موضوعی که در این قسمت مهم است که باید بفهمیم که کلمه بدعت در لغت اکثرا اسلام وقتی آدم میفهمه، اکثرا کسایی که خواستن که اسلام خوب عمیق و درست بفهمن ولو که مسلکی نبودن، ولو که متخصص نبوده، ولو که انجینیر بوده، ولو که دکتر بوده، ولو که ژورنالیست بوده، ولو که یک رشته دیگه را داشته، به خاطر از اینکه دین درست بفهمه ای زبان عربی را خوانده. یک امریکایی مسلمان شده بود، او گفت وقتی که من مسلمان شدم فهمیدم که من دین تا وقت نمیفهمم تا که زبان عربی رو درست نفهمم. گفت یک سال من تخصیص دادم برای یاد گرفتن عربی. حالا فعلا در افغانستان مثلا چه قسم است؟ میگن والا همی صرف و نحو و عربی و یاد گرفتن از اینا که است، این مخصوص برای کی است؟ مخصوص برای یک مفتی است، مخصوص برای یک فقیه است، مخصوص برای یک متخصص است. نه، یک مسلمانی که میخواد که دین درست بفهمه
و او را فریب ندن، خصوصا در عصر امروزی. در عصر امروزی اکثرا مثل علمای یهود و نصارا، مثل که رسول الله صلی الله علیه و آله گفته که وقتی که یهود به 72 طبقه تقسیم شدن، 71 یا چند طبقه و نصارا تقسیم شدن، ولی بالاخره امت رسول الله صلی الله علیه و آله هم به 73 طبقه وقتی که تقسیم میشه، علت تقسیم بندی چیه؟ سعی که از اونا که یا یک تقسیم زیادتر میشن. و حتی گفته که اگر یک یهودی یا نصرانی، اگر اینا حتی در سوراخ یک خزنده داخل شوه، شما هم داخل میشه. یعنی شما هم در اشتباهاتی که اونا واقع شده، شما هم در اشتباهات واقع میشین. یعنی تو خدا احساس نکنید که والله من وقتی که کلمه خواندم و من مسلمان شدم دیگه سر من هیچ مشکل نمیه، در حالی که امروز ما و شما میبینیم که بسیاری از مسلمان ها هستن که نه تنها مسلمان بلکه حتی خود علموردار اسلام و مجاهد و جانشین شهدا و جانشین فلانی، ولیکن بیچاره گپ میزنه که او مرتد میشه، از دایره دین بیخی خارج میشه. اما او چی کرده؟ او تا یک قسمتی که دین یاد گرفته فکر کرده که من رسیدم، باز بعد از شروع کرده به کتابای فلسفه های دیگر و چیز، این نخوانده می عقیده را درست، فقط در چند مسئله اسلامی که معلومات پیدا کرده خود نابغه فکر کرده. و یکی از چالش شیطان اینمی هست که آدم همیشه فریب میده که تو نماز یاد گرفتی و روزه را یاد گرفتی و حج خوب حج کردی و خوب ریش تماندی و خوب لنگی بسته کردی و خوب اولاد مجاهد هستی و خوب اولاد شهید هستی و چطور هستی، خلاص دیگه تو کاملا دین فهمیدی. نه، در حالی که بسیاری مسائل است باور شما به الله بکنین، که بسیاری وقت بعضی مسائل است که هم تو ما مثلا از خود براتون قصه بگیریم. یک وقت لسانس هم خواندیم، ماستری رو هم خواندیم و استادی هم کردیم، یک 10 سال 12 سال 13 سال استادی هم کردیم، دیگر روز من یک کلمه عادی عقیده را که پر می یاد ندارم. دیگه سوال آمده بود که فرق بین صراط و قنطره چیست؟ حیرانم که قنطره چی هست؟ قنطره چی هست؟ بالاخره وقتی که پالیدم که صراط پل است که بالای دوزخ است و قنطره پل دیگه است که به امتداد از این هست یا یک ساحه دیگه است، که در صراط اعمال حقوق الله اونجا جزایش داده میشه در صراط، چون محاسبه در روز قیامت میشه، و در قنطره جزایی که تو حق بنده ها را تلف کردی. اینه میده بسیاری وقتا من یک کسی که بسیار لاف زده که من بسیار عقیده را میفهمی، گفتم خیلی باش من یک سوال از پیشت کنم، همین قنطره چی را میگه برم تشریح کن؟ والا گفتی چی از پیش ما تیر نشده، هیچ تیر نشده. پس اینا بسیاری وقتا شیطان برای یک کس چی میده؟ تو دیگه رسیدی، فهمیدی. وقتی که رسیدی و فهمیدی، حتی این بسیاری کسا در عبادت، شیطان میه برش میگه تو قدر عبادت کردی که رسیدی دیگه. یگان وقت شیطان در شکل یک شخص میه برش میگه که تو رسیدی. چه قسم رسیدی میگه؟ خلاص استی از عبادت، برو بخیر. چون این عقیده را نمیفهمه که کسی که مرا میگه که تو رسیدی و من را از عبادت معاف میکنه، این خودش کی است؟ چون عقیده را درست نمیفهمه، فکر میکنه والا که من یک شهید گپ زد. اگر این عقیده را بفهمه، خود آیات قرآن میگه که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. آیات قرآن میگه بله شهید زنده هست، اما شما زندگی شهید احساس کرده نمیتونید، ولکن لا تشعرون. قرآن میگه اگر این آدم بفهمه، پس یکی از که آمد که مرا معاف کرد، این خود شهید نشد. پیغمبر چطور؟ نه پیغمبر هم نیست. ملائکه چطور؟ من پیغمبر هستم، برای وحی به خداست، خدا هم نیست. بخاطر از اینکه موسی علیه السلام وقت گفت که مرا یا پروردگار خدا به من نشان داد، گفت که نشان بدی، گفت لن ترانی. پس کسی که یک دفعه در بیرون تو یک چهره ظاهر میشه، این چی است؟ معلوم میشه که یک جن است، یک شیطان است، یک شاگرد ابلیس است، آمده او رو به نام رجال الغیب، که باز ما شما یک درس خاص در عقیده به نام رجال الغیب داریم، او رو باز انشاءالله میخوانیم. خلاصه ای که در بدعت بسیاری وقتا وقتی که کلمه عربی رو نفهمید، اینجا برای این مشکل پیدا میشه. این حال هر اصطلاح شریعت باید ما از خلال زبان عربی او رو بفهمیم. کلمه بدعت که از خود کلمه بدعت که است، از کلمه بدعه بدال عین یا بدع گرفته شده،
که کلمه بدع در زبان عربی به معنای نواوری هست، یا ساختن چیزی که قبلا وجود نداشته. مثلا یک کسی یک چیز رو نو میسازه که قبلا او قسم چیز وجود نداشته، اینه میگه ای بسیار چی هسته؟ مبتدع هست، یعنی نواوری کرده. به این خاطر وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم سرش انتقاد میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الله برش میگه که قل ما کنتو بدعا من الرسول، برشان بگو که من پیغمبر جدید یا نو نیستم که قبل از من پیغمبر وجود نداشته باشه. که شما بگوین که ولی ادعای نبوتی که من پیغمبر هستم و قرآن برای من نازل شده، قبل از من پیغمبر دیگه وجود نداشته و وحی دیگه وجود نداشته. پس اینجا میگه ما کنتو بدعا من الرسول، یعنی من کدام پیغمبر جدید نیستم، قبل از ما هم پیغمبر ها بوده. اینال اینجا کلمه به حساب لغویش استعمال شده. و همچنان بر خالق متعال سبحانه و تعالی در اونجا چی میگن؟ میگه که بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، الله سوره بقره آیت 117، ده الله بدیع السماوات میگه. پس بدی کسی که چیزها را بدون مدل و نمونه قبلی میسازن. آسمان ها و زمین قبلا وجود نداشت، الله سبحانه وتعالی اونها را خلق کرد و ایجاد کرد. بالاخره اینجا گفت که بدیع السماوات والارض. خب آل کلمه بدعت، بعضی اوقات کلمه بدعت ما و شما همیشه در زبان عربی وقتی که شریعت اسلام آمد، علما همیشه وقتی یک کلمه را سرش تحقیق میکنن میگه اینمی کلمه دو مفهوم داره، دو معنا داره. احیانا یک کلمه چندین مفهوم میداشته باشن. یکی مفهوم لغوی هست که در زبان عادی عرب ها استعمال میکنن، یکی اینمی کلمه در اصطلاح شریعت اسلامی آمده است. مثلا کلمه صلات وقتی که در زبان عربی صلات استعمال میشد، قبل از به حساب زبان عربی صلات به معنای دعا بود. یک نفر که دست خدا بالا میکرد این صلات گفته میشد، دعا گفته میشد. وقتی که میگفت چی کلمه صلیتو، یعنی دعوتو، دعا کردم. اما وقتی که با صلات در اصطلاح شریعت اسلامی معنا میشه و تعریف میشه، باز به معنای لغویش اختلاف پیدا میکنه. باز در اصطلاح شریعت اسلامی میگن که عبارت از اعمال و ارکان مخصوصه هست که با سلام، با لفظ الله اکبر شروع میشه با تحریمه و با سلام ختم میشه. پس اینال آل اگر یک کس بگه که برادر من نماز خواندم، یعنی نماز شرعی مطابق شریعت رسول الله هم خواندم و تنها دعا کرده باشم، میگه این غلط است، این به حساب چی است؟ این به حساب لغوی هست، اما به حساب اصطلاحی نیست. کلمه بدعت هم که هستن، بدعت یکی در لغت استعمال میشه. این حال بدعتی که در لغت استعمال میشه، میتونه که بدعت در لغت برای چیزهای حسنه هم بدعت استعمال میشه و برای چیزهای سیئه هم استعمال میشه. در لغت بدعت حسنه هم میگیم و بدعت سیئه هم میگیم. بدعت حسنه چی است و بدعت سیئه چی است؟ بدعت حسنه آن چیزی که مربوط دین نمیشه، مربوط دین نمیشه، مربوط عقیده نمیشه، یک کس دو نواوری میکنه، این حسنه هست در زبان عربی. مثلا یک شاعر یک شعر بسیار خوبش میگه، میگه هذا شاعر مبدع. این شاعر چی است؟ مبدع است، یعنی نواور است، بسیار معانی و مفاهیم و اصطلاحات و اسالیب بسیار جدید و نویره میاره. میگه بسیار شاعر بدیع است، شاعر مبدع در زبان عربی میگن. به حساب لغوی درست است. یک نفر یک خانه قصر بسیار بلند جور میکنه، اینال در زبان عربی ای مثلا یک بلند منزل جور کرده که قبل از این کسی احمد یک بلند منزل نساخته است، میگه ای یک انجینیر بسیار مبدع است، ای بسیار خوب چی کرده؟ یک نواوری بسیار خوبش کرده، تی یک تعمیر ساخته که دو کل سیستمایش الکترونیکی است و کل سیستمای مثلا کانالیزیشنش بسیار لوکس است، سیستم مثلا برقش بسیار لوکس است، سیستم اینترنتیش بسیار لوکس است و سکیوریتی سیستمش بسیار لوکس است و کلش چی است؟ پس ایره میگه یک انجینیر مبدع است. از لغوی درست است. یک نفر مثلا یک عبادت فراموش شده، هیچ کس عقیقه مثلا در افغانستان فراموش شده،
بسیار آدمای دیندار هم پرسان کنیم بگید خانت بچه شد دختر شد؟ میگه آه بچه شد دختر شد چی کردی؟ والا صاحب شب و شش برش کردم، کیک شش منزله خریدم. یک کس دیگه است الله برش اولاد میتونه، میگه چی کردی؟ میگه صاحب عقیقه کردم. خب ما شاء الله نعمت البدعت هذه، بسیار خوب نواوری کردی. یک مثلا اون عربی برش میگی بسیار خوب نواوری کردی. او تو نواوری در دین نکردن، او یک سنتی که در دین وجود داشته او رو زنده کردن. من سن سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه. خواندن قرآن عظیمشان، حفظ کردن قرآن عظیمشان، درس خواندن قرآن عظیمشان، این خود در دین هست. یک کس میخیزه بر زمین حفظ قرآن یک مدرسه جور میکنه، برش میگیم که نعمت البدعت هذه، نه اصطلاحی عربی گپ میزنیم، میگیم که بسیار البرش میگیم نعمت النواوری. نواوری خو فارسی است، خو کلمه عربی در لغت بدعت میگن، از این خاطر میگن نعمت البدعت هذه، این بسیار خوب بدعت است، یعنی خوب نواوری است. مثل که چی؟ مثل که مثلا عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که دید که مردم رسول الله صلی الله علیه و آله تراویح خوانده و تراویح رسول الله صلی الله علیه و آله ثابت است، صحیح نیست؟ منتها رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که شب دیگه که مردم بسیار زیاد جمع شدن نبر آمد و تراویح نخواند، به خاطر از یک سر مردم فرض نشه، واجب نشه و مردم به تکلیف نشه، متوجه هستین؟ اما رسول الله صلی الله علیه و سلم تراویح خوانده. بالاخره مردم گروپ گروپ می آمدن، در وقت ابوبکر صدیق، در وقت آغاز خلافت عمر رضی الله تعالی نماز تراویح می خواندن. عمر رضی الله تعالی دید که 5 نفر آمدن اونجا قرار ساز شدن، جماعت کردن تراویح خواندن. باز 10 نفر دیگه آمدن در کنج مسجد ساز شدن و تراویح کردن. باز دیدن که یک گروپ دیگه اون در سر صفه ایستاده هستن تراویح می خوانن. عمر رضی الله تعالی گفت چقدر خوب میشه که بین کل ما یک جایی بخونیم، چرا تو 10 نفر اونجا و 5 نفر اونجا و 6 نفر اونجا، بین کل ما میشه یک قاری خوب رو پیدا، خوبه که مثلا وجود داشت اونجا در بینشان. گفتن شما پیش اونو پیش شد. عمر رضی الله تعالی عنه کلشان پیشتر از تراویح خواندن. امی جدا جدا تراویح خواندن چی کرد؟ یک جای ساخت. و عمر رضی الله عنه اصطلاح لغوی بدعت استعمال کرد، گفت نعمت البدعت هذه، بسیار یک نواوری خوب شد. نه نواوری با این معنایی که عمر رضی الله عنه او را اصلا پیغمبر نکرده، اصلا از صفر شروع کرده باشه، نه پیغمبر سام کرده بود و عمر رضی الله عنه میفهمید که تراویح یک سنت است، بنا ان خواندن از این در جماعت هم اجازه هست و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله کارو میکنن، منتها فرقی است که اونجا جدا جدا میکردن. عمر رضی الله عنه گفت بیان که یک وقت خاص برش تعیین میکنم، این وقت کل ما بعد از نماز خفتن کل ما بین تراویح را میخونیم، چی مشکل داره؟ این حال بدعت بسیاری اوقات از نگاه لغوی در اشیاء مختلف استعمال میشه، هم در چیزهای خوب استعمال میشه در زبان. فکرتان باشه وقتی که ما میگیم در لغت او فرق میکنه با وقتی که میگیم در اصطلاح شریعت اسلامی. از این خاطر هر کلمه که هست، مثلا زکات به معنای پاکی هست، هر اصطلاح رو شما سکنید در لغت زکات به معنای چی هست؟ پاکی هست. ولا تزکو انفسکم، زیاد خودت تزکیه نکنین، نگوین که فلانی بسیار خوب آدم بود، فلانی درجه اول شهید است، فلانی در جنت مستقیما میره. قرآن میگه نگوین، نمیگه ولا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقى، الله میفهمه که کی با تقوا هست. اما وقتی که باز میخیزیم زکات در اینجا استعمال میشه که زکات یا تزکیه، اون معنا رو میده. وقتی زکات به معنای پاکی هست، یعنی یک کسی را تزکیه میکنی، یعنی او را پاک نشان میدی، در لغت است. اما وقتی که باز مسئله اصطلاح شریعت اسلامی میه، باز ما شما زکات هم میفهمیم که اونمو پرداختنه، اونمو مبلغی از مال است یا قسمتی از مال است که برای سالانه در از طرف اونمو کسی که به چیز رسیده باشه، به نصاب رسیده باشه، اون مثلا از طرف دولت اسلامی جمع میشه. و اگر دولت اسلامی وجود نداره، باز مثلا مردم اونم مبلغ خودش میگیره بر فقرا و اطرا میده. منظور اصطلاح زکات او یک اصطلاح خاصی است که باز تعریف خاص خود داره، عین کل اصطلاحات است. اینا بسیاری اوقات عوام الناس مشکلشان در چی پیدا میشه؟ که اول نمیفهمه که همین بدعت لغوی چی است، نمیفهمه که اصطلاحی چی است. این مشکل اول برشان پیدا میشه، چون زبان عربی رو نمیفهمه. و دوم مشکلش همین تعریفی که برای یک اصطلاح شرعی گفته شده، آیا در این تعریف او داخل میشه یا داخل نمیشه؟ پس اینال
باید تعریف. از این خاطر علمای اسلام مثلا امام شاطبی رحمه الله تعریف میکنه، چی را تعریف میکنه؟ بدعت میگه، البدعت طریقت فی الدین مخترعت تضاهی الشریعت یقصد بالسلوک علیها المبالغت فی التعبد لله سبحانه و تعالی. پس اینا اگر اینی تعریف کس درست بفهمه، بسیاری وقتا ما که تیگان یکی جر بحث وقتی که بحث میشه میفهم سبحان الله توی رسای که بسیار تندام است و اصابش هم بسیار خراب است و بسیار گرم هم است و بسیار از نظر خود دفاع میکنه، ولی دوای دلدردی را در جای دوای سردردی استعمال میکنه. برش میگه که نه برادر، این گپی که میزنی مانه. حالا مثلا در این تعریف چی میگه امام شاطبی رحمه الله؟ میگه البدعتو، بدعت چی است؟ میگه طریقتون فی الدین، یک طریق یا اسلوب است که او را تو داخل میکنی در چی؟ در دین. پس اینجا قیدش کرد در کلمه دین. اینال اگر یک کسی یک طریقی را، اینال اگر یک کسی یک طریقه را یا یک اسلوب در دین استعمال نمیکنه، در مسائل عادی زندگی دنیایی که مربوط به عقیده و عبادت و اطاعت نمیشه، او بدعت گفته نمیشه. مثلا آذان سنت است. سابق مثلا بلال رضی الله تعالی عنه رحمت صحابه بود، صدایشان لاسپیکر واره، ها سربان بالا میشد که میگه حی علی الصلاه، کل مردم که اونجا بودن چی میشدن؟ صدای بلال رضی الله عنه را میشنیدن و به نماز میامدن. آل یک کسی میگیره برای از این آذان چی جور کردن؟ لاسپیکر جور کردن. نه الفاظ آذان را زیاد کردن، اگه کدام لفظش را زیاد میکرد اونو بدعت گفته میشد. یا اگر میگه فکر کسی در لاسپیکر آذان بده ثوابش از آذان دادن تنهایی کرده زیاد است، اونو بدعت گفته میشد. اما او چی کردن؟ به خاطر که می آذان به گوش مردم برسه، لاسپیکر در لاسپیکر چی میکنن؟ آذان میتن. مثل چیست؟ این بسیاری وقتا مثلا مصالح مرسله یکی از چی است؟ یکی از اصطلاحات شریعت اسلامی است. مثلا تعلیم علم، تعلیم علم فرض است. آل ما برای از تعلیم علم سابق وسیله کلاسیکی تعلیم علم چی بود که مردم بیامدن یک القیق در مسجد جور میکرد و در اینجا علم یاد میگرفت؟ سیزنه؟ آل اسلوب تکنولوژی پیشرفته شده میره، ما اینمی درس خوده به عوض از اینکه بخیزیم تباشی رو بگیریم و باز سای ما خاک بر شده، بر ما قلم مارکر داده شد. آل تو وقتی که تفسیر قرآن درس میتی، تعلیم تفسیر قرآن این سر تو فرض است. آل ایره کت تباشیر درس میتی، کت قلم مارکر درس میتی، کت پریزنتیشن درس میتی، از روی قرآن درس میتی، از روی پروژکتور درس میتی. این آل ای خوب وسائل هستن که ای نگفته که تو کسی که قصه باشه گفته باشه که حالا اگر تفسیر قرآن از روی قرآن درس دادی، اگر تفسیر قرآن در پروژکتور درس دادی، ای ثوابش بیشتر است. نه، صرف به خاطر از این است که اگر تو مثلا قرآن شریف کلان اینجا بر مردم، حال اونجا مثلا 500 نفر است، در 500 نفر پیش 50 نفرش قرآن شریف است، بسیار خوب است، قرآن شریف پیش است، از روی قرآن استفاده میکنه. یک کس دیگه است میبینه که قرآن شریف پیش کلگی نیست، اما در پروژکتور کلان اونجا نشانش میده، کلگی 500 نفر رو دیده میتونه و استاد کل کلماتش حدیث را که میره کلگی خوانده میتونه. این سهولت و آسانی برای رساندن اونم علم فرض که بالای ما فرض است. اینال پروژکتور در دین داخل نمیشه. از این خاطر بسیاری وقتا وقتی که برای یک نفر بگویی که اینی بدعت در دین نکو، رسول الله صلی الله علیه و آله گفته که مثلا اگه کسی 100 دفعه صبحکی بخونه، مثلا کسی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، امی قید کردن عدد کس اخو کار الله هست. الله برای ما گفته که 2 رکعت نماز فرض بخون. بعضی کسا سوال میکنه چرا 2 رکعت فرض میخونیم و چرا صبح 2 رکعت فرض است، چرا پیشین 4 رکعت فرض است؟ برش میگم برادر این مسئله عقلی نیست، به خاطر اینکه الله اونجا گفته 2 رکعت بخون، اینجا گفته چی؟ 4 رکعت بخوان. این حالی ای که 2 بخوان، 4 بکات 4 رکعت بخوان، شام 3 رکعت بخوان، این چی هست؟ این امر الله هست. بنا ان کسی دیگه حق نداره که بگه نه صاحب من 3 رکعت میخوانم. یک روز یک کس آمد برام گفت که من پیش یک شخص رفتم، برام گفت که 333 مرتبه تو سبحان الله بگو. گفتم امی قید عدد وظیفه کی هست، صلاحیت کی هست؟
صلاحیت الله هست. مبلغش کیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله هم گفته که مثلا در فلانی جای بعد از نماز که میگید 33 مرتبه گفته. یک نفر میگه نه بعد از نماز 99 دفعه سبحان الله بگو. همین 33 را 99 چرا میگی؟ میگه بعد است. همین 33 را. حالا تو 33 دفعه سبحان الله میگی؟ من همین سبحان الله را 99 مرتبه میگم. آیا سبحان الله گفتن بعد است؟ سبحان الله گفتن بد نیست، لکن این عددی که تو قید کردی که خود جاگزینه. الله برات میگه که یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. تو از حکم تقدیم خود کردی به الله و رسولش خود این صلاحیت دادی، اینی بد است. و بله جایی که شریعت ولو که خوب هم باشه که تو میخوانی او درست نیست. مثلا در رکوع قرآن خواندن نیست. یک نفر در سبحان ربی العظیم قرآن میخوانه، بهش بگوی چرا میخوانه؟ میگه چرا قرآن بد است؟ متوجه شدنی گپه؟ قرآن خواندن بد نیست، لکن در وقت رکوع که است قرآن خواندن نیست. پس تو که این طریقه جدید آوردی در رکوع قرآن میخوانی، اینمی طریقه تو بد است. نماز صبح دو رکعت است. اگر تو مثلا 4 رکعت نماز میخوانی، میگه 4 رکعت نماز خوب نیست. 4 رکعت نماز خوب است، اما چون تو دو رکات الله را 4 رکات ساختی، عدد به اختیار خود گرفتی که آنچه که مربوط الله میشه او را مربوط خود ساختی، اینی خرابی داره. این حالا چرا من مثلا پیغمبر میگه 100 دفعه بخوان، تو میگه 100 دفعه بخوان، کس که زیاد خوانده را فرق قدر ثوابش بیشتر است، اما قید نکو. اما ای که تو خود صلاحیت میتی که قید کنی، اینمی قید کردن اینجا تو را در چی داخل میکنه؟ در چوکات بدعت. چرا؟ بدعت چی رو میگن؟ ای اسم میگه طریقتون فی الدین مخترعتون، که این شخص از خود اختراع کرده باشه. چرا؟ دین سعی که اول باید بفهمیم بدعت مربوط دین میشه. بنابراین مسائل دنیاوی، اگر یک کس پانتون میسازه، اگر کس سرک میسازه، اگر کس کامپیوتر میسازه، اگر کس موبایل میسازه، یا مربوط به احکام دین نمیشه. بنابراین ایده داخل نیست. لاسپیکر و مکتب و چیست؟ یا در مسائل مرسله میگن. مسائل مرسله چیست؟ که یک چیز، یک تعمیر یا یک ساختمان یا یک چیز جور میشه که او به منفعت امت اسلامی هست. خب ایناله البدعت و طریقتون فی الدین مخترعتون تضاهی الشریعه، که ای با امرای شریعت تکر میکنه. اما اگر یک کسی یک کار را کرد که او در شریعت هست، در شریعت هست لیکن فراموش شده. آن امروز بسیاری کسا سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در نامگذاری فراموش کردن، اکثریت مردم فراموش کردن، لیکن الحمدلله در سالهای اخیر پس امی سنت دوباره چی شده؟ زنده شده. سابق کمی نامای افغانستان پرسان میکردی، در پشتو زبان ها که پرسان میکردی نوم دسته ده والا نوم میغرچگل، نوم دسته ده تورگل، نوم دسته ده جنتگل، نوم دسته ده سرگل، نوم دسته نام چی است؟ اینمی کلش سرگل و سرخگل و گل و سرخ و گل و سوز و احیانا نامای حیوانات و نامای زنا را مثلا سی مرغ و کل مرغ و کوترو و شفترو و شبدرو و اینمی ناما بود. از ما قومای ما به حساب تجربه ای رو برتان میگیم. در بین فارسی زبان ها که میامیدی که نام چی است؟ که گل آغاست و که شیر آغاست و که نور آغا هست و که مثلا قند آغا هست و قندش رفته و آغایش مانده و یکیش آغاست و آغا قند است و بازو قندش آنزا دفعه قندول و سمندول و این گپا و چیزا بود. این همین قسم سای بازباد از او مثلا میرفتن در طرف حیوانات که شیرخان است و دیگهش پلنگخان است و دیگهش روباگل است و دیگهش این همین قسم نامای شرعی اسلامی. و بعض کسای دیگه بودن که متاثر به اندیشه های مثلا امی قبل از اسلام، مثلا امون نامهای فارسی فرشید و خرشید و جمشید و مثلا بورمون نامهای کیکاووس و تایتاووس و این نامهای چی رو میگرفتن؟ اون نامهای مجوسی های قبل از اسلام، پادشاهای مجوسی که اصلا در اسلام نبود و هیچ کس بر از اینا نمید. حتی بسیاری از نامهایی که حتی از عربی هم گرفته بودن نامهای شرکی که معنای از اون نام به شرکی رو مبتلا میکن.
از ما از خصوصا ما که رفتیم نمی کشورهای عربی بر درس خواندن میتونم عربا خود زبان خوب میفهمیدن. وقتی که یک نفر می آمد باش میفت که السلام علیکم استاد میفت یا بنی ما اسمک، نام چیز باشیم بازی میفت اسمی عبد الرسول، باز انا لله و انا الیه، هل انت عبد الرسول، تو بنده رسول هستی. دگیش پرسان میکرد ما اسمک یا اخی، اسمی شیخ الحدیث و تفسیر. دی پاکستان کس نه باز که میامد از پاکستان همی قسم بود، باز این پاکستان بسیار همی شاید نامای شخصی شیخ التفسیر و شیخ الحدیث و مفتی و ایگه بود بسیار ساده هست دیگه. هر کس که دل شد مقصد برای خود یک لقب اینجا هم که دیگان مجلس ما میریم دیگه مجلس ما رفتم یک کس مرد نشک کرده که اکنون از جناب استاد دایی شیخ الحدیث مفتم بیادر این قد بزن. شیخ الحدیث کسی است که 10,000 حدیث حفظ داشته باشه. شیخ تفسیری است که 20 تا تفسیر خود یک آیت 20 قسم از تفاسیر مختلف یاد داشته باشه. حالا شیخ تفسیر از قرآن غلط میخونه. باز قاری سمه ولی این آیت قرآن غلط خوان، زیرش زبر خوان، زبرش پیش اینا چی است. خب بازی ما من صاحب ما علامه، یک کس اومده بود علامه از شیخ و فلانی فلانی نام چی است؟ گفت نام نبی الله. او انا لله و انا الیه، او شیخ العلامه انت مسیلمت الكذاب. گفت تو مسیلمه کذاب هستی نبی الله. چی باید نبی الله؟ یعنی من ما شمی هست دیگه، من اسمم نبی الله، من نبی الله هست. گفت والله کذبت یا ابنی یا باز استاد میگم الله استغفر الله. حتی اگه استاد اونا سبحان الله آدمی که تقوا داشته باشه و ایمان داشته باشه حتی از نام یک کسی که در او بی ادبی به خالق متعال باشه امو نامه نمیگیره. بس اما چطور بود این نفر عبدالرسول صدا کرد استغفر الله استغفر الله. باز باش میگه یا عبدالله 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 و بسیار وقت باز چیزی هم باز محمد می خلاص اسمو که محمد خلاص باز صدا میکنه محمد. اگه مر وقت راه محمد گفتم بفهم یک دوستی یا نمبر آزیرش میفت نمبر 20 میفت از نمبر 20 کنه ازی کنه عبدالله. دیگه صاحب میگه تو کی هستی؟ ما صاحب شیخ علامه محمد الله انا لله و انا. محمد الله؟ محمد الله هست؟ نیستم این نامه؟ دیگه ایش میگه صاحب ما اسمو که مزمی الله محمد انا لله و انا. تمام روز ما افغان ها که نامه خود چی داشتیم؟ یا در نام خود نامه شرکی هست عبد المحمد بنده محمد، عبد الحسین بنده حسین. فهمیدین یعنی بسیاری وقتا ایره میمنه. باز بعض اوقات میمنه محمد الله، این از نگاه معنا بسیار غلط میه. الله محمد این بسیار رام غلط میه. حتی در حدیث شریف میه شاهنشاه، حتی در مدن مدن چیز حدیث همین کلمه را آوردن که ملک الملوک بسیار بد نام است. شاه شاهان ملک الملوک، در حالی که مالک الملک و ملک الملوک کیست؟ الله سبحانه و تعالی. غوث الاعظم بسیار نام خطرناک. غوث الاعظم، غوث الاعظم کیست؟ الله هست. چون رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که در غزوه بدر سرش مشکل آمد استستغیثون ربکم، وقتی که شما ای پیغمبر تو وقتی که به پروردگارت استغاثه میکردی، استغاثه چی است؟ که در حال بسیار سختی و ترا رسول الله صلی الله علیه و آله برش میگفت یا الله 300 چند نفر از اصحاب او کفار است، کو او سلاح از اون را سیکو او مهمات از اون را سیکو لشکر است، یا الله اگر امروز این تعداد کم سرشان اینقدر دشمنای اسلام آمدن از هر طرف چی است؟ رسول الله صلی الله علیه و آله دستای خود بالا کرده بود. عطا میگه امو خدیفه از سر شانهش خطا خورد. ابوبکر صدیق برش میگفت که ای رسول الله صلی الله علیه و آله رحم کو بالای خود، و رسول الله صلی الله علیه و آله استغاثه میکرد استستغیثون ربکم. رسول الله صلی الله علیه و سلم با کی استغاثه میکنه؟ با الله. ما چی میگیم؟ میگیم فلانی شخص غوث الاعظم است، انا لله و انا الیه راجعون. غوث الاعظم یه پیدا کن باز که چیز بگی شما اولیاء الله را قبول ندارید. کی است اولیاء الله؟ شای اولیاء کی است؟ یک روز کسی من میگه شای اولیاء گفتم کی است؟ حضرت علی هست. خب او پادشاه شد اولیاء هست دیگه. حضرت محمد هم چی شد؟ وزیر شد. شای اولیاء رسول الله صلی الله علیه و سلم تو میدونی نه؟ اول اولیاء الله کی است؟ پیغمبر ها هستن. هر پیغمبر در عصرش شاه اولیاء بودن.
ایدگاه وزیرا و خردزابطا و شاگردا و زیر دستایش است. اول رسول الله صلی الله علیه و سلم شاه اولیاست، باز ابوبکر صدیق، باز عمر فاروق، باز عثمان ابن عفان، باز علی ابن ابی طالب، باز از مهاجرین و انصار و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، اونم اولیاء الله. در افغانستان نامم خراب کردن، صاحب یک ولی و یک دوست خدا را برات معرفی کنم. معرفی کن صاحبی دوست خدا 40 سال در مزار تنبان نپوشیدم. گفتم وطن دار، آدم با تقوا تنبان خدا میکشه؟ خب الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قرآن چی میگه؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. اول تقوا سطر عورت است، هر قدر تقویت قوی شد عورت تا سطر میکنی. و رسول الله سمیه که الحیاء من الایمان، خو یکی جانلو چونجا شیشته، ای خو حیا نداشته. زن مردم تیر میشه، سیاسر مردم تیر میشه، ملنگ است. ارن ملنگ شو پلنگ است، اسلامش ملنگ نیست، دنیا را ملنگا خراب کرده. دوز ملنگ است، چورگر ملنگ است، زناکار ملنگ است، در زیارت مردم کشتن ملنگ است، در دان دروازه ملنگ است، پودری ملنگ است، کلش. گفته که آقا میگه چرسیش خواهد، او خواهد می است، او خو با چیز غریبی است، چیز از دیگه، بطه فقیریش. او بطه فقیریش است، او بطه فقیری روزانهش است، باز بطه فقیری شبانهش دیگه چیز است. هر کس ملنگ است، هر کسی که اتمه یک روز شیشته بود خو؟ ما صاحب ملنگ هستم و ترک دنیا کردیم و گفت 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 گفت. من دیگه جوان تجربه ایم کم رفتم، البته راست میگم. در سر دسترخان ما کرده دیگه کسا نشیشتم که این ملنگ شیشتم. گفتم بیا از این ملنگ است، این نفس خدا کشته ترک دنیا کرده. این حالا مرد میگه این کباب ما هم هستو، این گوشت ما هم هستو، حق خدا میخورم، حق گوشت از ایران میخورم. یک وقت صاحب سیل کردم که ملنگ صاحب و ای که نفس خدا شکستانده، این غوری ماندگیست که امی غوری آورد که امی یاسین برزد عالمی. امی غوری کس نیست، تو چیز است نیست، دایره است نیست، در بین خود یک خطک استوا داره. ایسا وقت از خط استوا هم تیر کرد، ما هفتم بیادر امی ترک دنیای تو امی خط استوا بس است، نزدیک منشی بست است. کی تو را گفته که من گوشت نمیخورم؟ گفتم امور ترک دنیا نمیکدی؟ یک چند روز درس میخواندی؟ که میفهمی که دمی سر کاسام کششتیم نان بخورم، بعد کدی که ترک دنیا کدی؟ 14 سال ترک دنیا کدی؟ مفتم امور یک 6 سالش مکتب میرفتی، مدرسه میرفتی، که تو میفهمیدی که ادب نان خوردن چی است، که وقتی کتی یک نفر ششتی و هم دهی غوری حق داره. اول در گوشت شروع کردی، با او سبیر هم خوردی، نال من گوشت نه از اینجا میخیزم. از اونجا من فهمیدم که این کسایی که میگه که ما ترک دنیا کردیم و ما مچم چی کردیم، کلش چی هستن؟ کس نفس خودش شکستانده نمیتانه. از این خاطر پیغمبرها از کل دیگه که در پیشتر ازدواج میکرد، فهمیدنه؟ پیغمبرها، هر پیغمبر که سل کنی ازدواج کرده. اللهم الا بعضی پیغمبرایی که سنشان چی بوده یا وقتتر، مثلا مثل عیسی علیه السلام که با آسمان بالا شد، چی شد؟ اما دیگه کل پیغمبرای ازدواج کرد. اینا چی است؟ اینی چی است؟ پس مسئله بدعت که است، البدعت و طریقت فی الدین، طریقه در چی است؟ در دین است. در مسائل دنیایی که مسائلی که مربوط دین نمیشه، یک نفر وسایل طبی نو جور میکنه، یک نفر عملیات های جدید میکنه. سابق مثلا عملیات شکم پاره میشد، دوخته میشد، حالا بعد از او مثلا شعای لایزر است و عملیات های دیگه هست. این حال هیچ کدام از یاد بدعت داخل نمیشه. حالا که بسیاری کسا را بگه که بدعت نکن، چی میگن؟ خیلی در تیاره چرا در حج میری؟ حالا تیاره در دین داخل است؟ کس گفته که مثلا اگر کس در تیاره حج رفت ثوابش قدر است؟ حتی تسبیح فکرتان باشه، خدا می تسبیح. این از یک مفتی پرسان کردم، گفتم مفتی صاحب امی تسبیح چطور است؟ گفت که تسبیح هم بدعت میشه هم بدعت نمیشه. وقتی بدعت نمیشه که تسبیح را مثل ماشین حساب حساب کنی، ماشین حساب تو میخوای که 100 دفعه سبحان الله بگی یادت میره، از تسبیح استفاده میکنی. اما مفتی گفت والله اعلم، من دیگه نمیفهم که چقدر فتواش درست است. اما اگر باز بویی که تسبیح ثواب داره،
این باز بدعت داخل میشه. چرا تو به روز ثواب دادی؟ حتی بعض علمای دیگه میگن نه، چون یک تعداد مردم بعد از رسول الله هم وقت سنگکارا گرفته بودن حساب میکردن، عبدالله ابن مسعود امور هم رد کرد. از این خاطر تسبیح بسیاری وقتا این قسم گفته شده. من سابق این قسم میگفتم سبحان الله سبحان الله سبحان الله. روز یک کسی که برام گفت که نه این قسم هم سنت نیست، سنت این قسم از اثر انگشت ها سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله پنج تا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ده تا سنه. آدم که بخونه روز به روز امی احکام دین میشه. پس بدعت در اصطلاح طریقه فی الدین مخترعه تضاهی الشریعه، که او به ضد شریعت مخالفت شریعت الله چی میشه؟ استعمال میشه. در شریعت نیست، در قرآن نیست، در سنت نیست، این میه یک حکم سنت. مثل چی؟ مثلا حال وقتی که شب و شش بر اطفال رواج پیدا کرد کدام سنت از بین برد؟ عقیقه. بدعت همیشه عادت داره، یک سنت چی میکنه؟ از بین میبره. وقتی که نامای قومی و رواجکی اترا پیدا شد، نامای اسلامی رو چی کرد؟ از بین بود. وقتی که میلاد نبی تجلیل شد، مردم گفتن سال یک دفعه حق پیغمبر ادا میشه دیگه. سال یک دفعه یک دستیر برنج بخته کن، نه؟ سال یک دفعه دستیر برنج بخته کن، خلاص یک چند نفر میمان کن، کمرت خوب همت یک تکرت شش تاو بتینه، غوری ها رو بیار، حالا بیار غوری رو حالا برازو بیار که همسان باز اگر که خلاص شده که برو این حق پیغمبر سمدا شد تا به سال همی وقت. در حالی که نه، حق رسول الله صلی الله علیه و آله است. او روز یک از گفت که من میخوام تجلیل کنم. گفتم خوب است، هر روز تجلیل کن. صبح که از خواب خیستی ببینی که پیغمبر صلی الله علیه و آله چه قسم کردن. تجلیل یعنی به یاد داشتن پیغمبر، دوز داشتن پیغمبر، سنت پیغمبر را بالای خود تطبیق کردن. منظورت همی است؟ پس اگر 365 روز 364 روزش برای خود میگیری، یک روزش برای پیغمبر میتی، جفا هست. هر روز تجلیل کن، هر روز سیرت پیغمبر بخوان، هر روز سنت پیغمبر تطبیق بکن، در هر لحظه زندگیت سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نظر داشته باش. هر روز امی یک ساعت هم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فراموش کردی، تو خیانت کردی در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک ساعت. یعنی انسان مسلمان حق نداره که یک ساعت هم در زندگی خود رسول الله صلی الله علیه و سلم فراموش بکنه. یک ساعت از این میجید این مسجد که داخل میشی، این می لحظه باید یادت باشه که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که داخل شدن در مسجد با پای راست است. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که در مسجد داخل میشی چی باید بگی؟ الله مفتح لی ابواب رحمتی. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که در مسجد داخل شدی دو رکعت تحیت المسجد باید بخونی. سنت رسول الله صلی الله علیه و آله است که وقتی که در مسجد شیشی باید سیرک خورده باشی، داخل مسجد داخل نشی. پویای بعضی کسا هست مثلا سیرک خوردی داخل مسجد سیر خام نشو، به خاطر اینکه بویدان اذیت میرسه به پالو فایدت. پیاز خام خورده باشی، سنت رسول الله صلی الله علیه و آله است که باید در مسجد داخل نشی، به خاطر اینکه بویدانت اذیت میکنه چی؟ روزه دار. پایایی که مثلا کرمش پوشیدی، پایت قرمه بوی میده، باید که تازه پای داخل نشی. کت کت کالای خاو بیچاره کسا را سعی کنین کت زیرتنبانی می نماز جمعه می خوانه. بی ادبی است در مقابل چیز مسجد کس یکی از شعائر الله است. بسیاری کسا در مسجد قصه کردن، فکایی گفتن، خنده کردن، بی جای شیشتن، متوجه هستین؟ گپای بیوده گفتن، این کلش بی ادبی است در مقابل چی؟ در مقابل یکی از شعائر الله. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. پس این حال هر بدعت که هست چی هست؟ این مخالفت با شریعت میکنه. اما اگر یک نفر اصل دین وجود داره و این اصل دین تطبیق میکنه، این هیچ وقت بدعت گفته نمیشه، چون بعض سنت هاست که مردم رو چی کردن؟ فراموش کرد. و تو پس اون سنت چی میکنی؟ زنده میکنی. و شما یک جای رفتیم بسیار خوشحال شدیم، گفتیم یعنی شما یک سنت زنده کردین. حال در برای مردم افغانستان که خوب خود دین دارم میگیرن، در سر از اون که داروسیش 400 نفر نباشه، نفسش برش میگه که او نه والا سعی باروسی اسلامی کردیم. خب این 400 نفر هم اسلامی است. او شب در یک جای رفتیم، در بین همون مجلسشان 12-13 نفر بود. اگر دنکای 12-13 نفر آمد و زیاد بیروبارک نکردی، ای نه تو یک سنت چی کردی؟ زنده کردی. و در این نکایت مرم خبر نکردی، یه استادای دیگر هم خبر نکردی. چرا صحابه بعضی اوقات نکاح میکردن، ازدواج میکردن، شخص رسول الله صلی الله علیه و آله خبر نمیکردن.
و رسول الله صلی الله علیه و آله خفه نمیشد. دیگر از که من چهره تغییر کردم، ازدواج کردم، میفهم ابی کرونم سگی بود، سگ رسول الله صلی الله علیه و آله چرا مرا خبر نکردی؟ چرا نه سید نه، یعنی ما خودمون داریم بدعت ها داخل هستیم. یگان کس عروسی کنه وی مرا خبر نکردی، وی برای ما کارت روان نکردی. از این خاطر باز مردم هم چالاک شدن، توی خودم میرن این در جلال آباد میگیرن، در یک ولایت میگیره، باز اونجا کارت روی میکنه. یک بندل استاد شما کت دوستایتان این کارت رو میفهم اک استاد خود تا قندار تا مزار آمدن هم میتونه. از خاطر باز هم چی شدن این حالت. وقتی که سنت تطبیق میکنی، سنت باید همون تو چی شده؟ باید بدعت ها چی شده؟ از بین بره. این حالت وقتی که بدعت محافل کلان و میمانی های بزرگ داخل شد، آل بسیاری جوان ها ازدواج نرمال کرده نمیدون. معنی ازدواج چی هست؟ اکثرش بدعت ها هست، اکثرش بدعت ها هست. تضاهی شریعته یقصد بسلوک علیها المبالغه فی التعبد لله. هدف از چی میباشه؟ میگه ما میخوایم در عبادت الله مبالغه بکنم. از این خاطر اولین بدعت چی کرد؟ سه جوانی که در منزل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن، نه در منزل رسول الله صلی الله علیه و سلم هم سه نفر جوان آمدن. باز یکیش گفت که من تا به صبح چی میکنم؟ تا به صبح نماز میخوانم. و دیگه ایش گفت که من هیچ چی نمیکنم. بازی حدیث شریف ما شما انشاءالله هفته آینده بخیر باقی مانده درس میخوانیم. سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.